سلام بچه جون، خوبین؟ خوشین، سلامتین، روزتون بخیر. آقا من میخواستم یه ذره محصول از باغچم بچینم، بعد به نظرم رسیدش که خب یه فیلم بگیرم، یه آپدیت از این باغچه عزیزم بهتون بدم. بچه اینا گلای لوندره که دیگه گل داد و تو ویدیوهای قبلی فقط گیاه بود، گل نداده بود، الان دیگه پس گل دادنشه. این بوته فلفلمه که همونجور که میبینیم پر از گل و شکوفه است و اینجا هم داره فلفل میده. به قد و قواره کوچیکش نگاه نکنید، کلی قراره فلفل بده. من خیلی بهش امید نداشتم چون برگاش زرد شده بود، ولی الان میبینم خیلی خوب شده و عالی شده. این کدوه که من بر اولین بار بودش که کدو کاشته بودم امسال، این کدوها قشنگ داره کدو میده. این گلش که اینقدر خوشگله، یه دونه فقط بوته است. اینا خیاره، اینا خیاریه که از بذر کاشتم خودم، از بذر کاشتم و دارن رشد میکنن. البته فکر کنم خیلی جاش کوچیکه، ولی خب دیگه همینه که هست دیگه. این بادمجون عزیزمه که بادمجون اولین ساله که من کاشتم، ولی فکر کنم داره بادمجون میخواد بده اینجا. خیلی هم بوتش کوچولوه، ولی خیلی خوب داره کار میکنه. بچه این خیارم، اینو بذر خیارشو خودم گرفتم. تقریبا 3 سال پیش که خیار کاشته بودم، از بذر خودم خیار کاشته بودم. بذارم ببینم نوبت چشه. نوبت رفته اونجا چون بابای لارس خونه بغلی ما زندگی میکنه و میره اونجا پارس میکنه. بابای لارس میاد برش خوراکی و غذا اینا میده. نوبت عاشق بابای لارسه. کوشی نوبت کن. نوبت جون، نوبت، این پنجه تا خوابشه میتونه اونجا بیا. نوبت ببخشید، داشتم توضیح میدادم این خیار، اینو بذر خیار رو خودم گرفتم. چند سال پیش که خیار کاشته بودم، خودم خیار رو از بذر کاشته بودم، یعنی بذرش رو از سوپرمارکت خریده بودم. خیار در اومد، خیلی هم خیار داد. بعد از یکی از خیارهای آخرش بذر گرفتم، بذرش رو گذاشتم خوش شد، بعد گذاشتمش تو فریزر. یه چند سالی همجور تو فریزر بود. امسال چند تا دونه ازش برشتم و بذرش رو کاشتم. از اون چند تا دونه فقط این در اومد. خلاص این خیاریه که بذرش رو خودم گرفتم. این خیارهای دیگه‌مه که مراحل کاشتش رو توش ویدیو گرفته بودم، گذاشته بودم. ببینید چقدر خیار داده، انقدر گل داده. این البته بوته زیادی ها، چند تا بوته هست. این علف های هرز رو میام چند وقتی با باید بکنم ازش، اینا باعث مرگشون میشه. خلاصه این خیارمه که داره مثل چی خیار میده. از قشنگ نشونتون بدم. بعد دیگه از وقتی که شروع میکنه جوونه زدن و خیار دادن، اینقدر سرعت رشدش زیاد میشه، اصلا آدم میمونه که چه جوریه جریان. البته آفتابم بیشتر شده. این جعفریامه که خب اینا رو هم خودم از بذر کاشتم، عالی شده. امروز میخوام ازشون برداشت کنم. این نعناهای عزیزمه، البته پونه است بیشتر چون خیلی چیزش زیاده طعمش. آره این توربام که ازش چند بار کندم، و یعنی دو بار تا حالا تورب کاشتم ازش کندم، این دفعه سومه که کاشتم. حالا بعد امروز یه ذره لابلاشو خالی کنم که بقیهشون خوب در بیاد. این از گوجه فرنگی ها که میوه دادن، میبینید مثل دست گل همینجوری دارن میوه میدن و بزرگ میشن. اینم هم همینطور. این دوتا البته گیاهه، دو تا بوته بود. این خیلی شکوفه داده ولی
میوه هنوز توش ندیدم. بعضی وقتا اینطوری میشه که فقط گل میدن بعد میوه خیلی نمیدن، حالا باید دلیلش برم بخونم توی، یعنی برم چند تا ویدیو دیده بودم ولی درست دقت نکرده بودم که چرا، آها چرا اینجا میوه داده. میبینید اینجا عزیزم، ولی خب گلش بیشتر از میوهشه. حالا باید ببینم چرا و باید درمانش کنم. اینم از لوبیای سهرامیزم که دیگه داره قنچه میده، یعنی گل میده، و اینا همیشه لوبیا همونجور که میبینید. من تابستونا تقریبا هیچ وقت لوبیا سبز نمیخرم چون این به قدر کافی به هم لوبیا سبز میده، یعنی اندازه مصرف خودمون، حالا نمیگم خیلی زیاد ولی اینجوری. اینم چند روز پیش از سوپرمارکت خریدم به خاطر اینکه دیدم تنها افتاده بود اون گوشه، هیچی همش محله میذاشت، کلی هم بار و میوه داشت، دلم برای سوخت خریدمش. حالا بعد بکارمش، جا پیدا کنم بکارمش، ولی میوه داره و بیشترم میده. اینم ترس که بازم اینو آماده خریده بودم، یعنی گلدونشو خریده بودم، ولی من همیشه گلدونه تره میخرم و تره رو میکارم، بعد زیاد میشه و گیاه چند ساله هم هست، یعنی یکی دو سالی واسه میمونه. آره دیگه، امروز میخوام یه ذره سبزی بچینم، شما هم گفتم با هم ببینید سبزیامو. اینجا هم دوباره گوجه دیدم، آره میوه داده عزیزم، به زودی کلی گوجه داریم. یه چیز دیگه هم که میخواستم نشون بدم، این ریحونامه، ریحونای ایرانی که چون فکر کنم بعضش خیلی چند سالی بودش که مونده بود، همش در نیمه فقط، ولی این چند تا درمت بازم خیلی خوبه، غنیمته. این بچه که اینجا هستن میدونن که مزه ریحون اینجا با ریحون ایران فرق میکنه اینو. ولی اون روز رفتم به ریحون آلمانی هم خریدم، بعض ریحون حالا آلمانی که نمیست اینه، ریحون های ایتالیایی میمونه، همجور بذرش رو پاشیدم اینجا در اومده. میبینید این کوچولو کوچولو ها بذر ریحون ایتالیاییه، کنار هم نکاشتم دم جا هست. خلاصه این از آپدیت باغچه من. بچه این از سبزی خوردن باغچه من، حالا اگه اسمشو بذاری سبزی خوردن، به هر حال از باغچه خودم تصمیم گرفتم که باهاش یه کوچولوشو، یه بشقاب کوچولو بدمش به همسایه ایرانی، چون به نظر من مزه همه چی خوبیش اینه که با یکی قسمتش کنیم، بیشتر به من میچسبه و بقیهش هم خورد میکنم. میخوام برای خودم روزی آبدخیار خوشمزه درست کنم، شما هم با من باشین ببینین که من چجوری آبدخیار درست میکنم، چون که امروز هوا خیلی گرمه، خودم هم تنها هم، نهار فقط برای خودم میخوام درست کنم دیگه، چی بهتر از یه آبدخیار.
بچه ها اینم از آبدو خیار من که قراره با فلفلی که از باغچه‌ام چیدم با پیاز، یعنی اصلا با آبدو خیار نمیشه پیاز نخورد، و این نونه خشک رژیمی که توش شوید داره میخوام بخورمش. جاتون خالی، من آبدو خیار رو خیلی سفت دوست ندارم، واسه همین اگه میبینید یه ذره رقیقه واسه اینه که من دوست دارم یه کم رقیق باشه. شما هر جور که دوست دارین سرو کنین. من توش نعنا خشکم نریختم چون اون پونه‌ای که از باغچه‌ام چیده بودم خودش انقدر طعم داره که اصلا نیازی نبود. امیدوارم شما درست کنین، حال کنین. خدافظ.